اونایی که بمونند و معطل کنند هم امروز و هم فردای ننگینی خواهند داشت. دقیقا قطعا به هر حال تاریخ نشون داده، کما اینکه ما الان تو مصر میبینیم. عجالب هم اگر نگاه کنید شعارهای مردم ایران هم همین بود که بن علی و مبارک نوبت سید علی. بله، مبارک یکی از بن علی نوبت سید علی. بله، و یکی از شعارها اینه که یکی از ویژگی های این دو اعتراض قطعا خود خامنه ای رو هدف قرار داده بود. دیگه شعاری خارج از این محدوده نشنیده می شد تو فیلم هایی که می اومد بیرون، اونایی که تو صحنه و غیره، و خودشون هم به عینه شاهدین بودن که از پنجره میلیون ها ایرانی از سرتاسر ایران بر می خواست و قطعا این نیست که پایان پذیر باشه و در آینده نزدیک نه چندان دوری این دیکتاتوری و استبداد خونخوار و خونریز به پایان خواهد رسید. مطمئناً اشاره شد به این قیام ها، اینها نسیم و غرش طوفانش از جنبش ایران وزید به آنان رسید و صدای انقلاب آنان را همونطور که میشنویم و در حال شنیدنه قطعا با صدای انقلاب ایرانیان همراه خواهد بود. دقیقا، و ببینید به هر حال الان هم نشون داده که دیکتاتورها دو راه پیشش مقابل چشم مقابل خودشون نمیبینن، یا اینکه مثل مصر و تونس که تن داد به خواست مردم و به هر حال عقب نشینی کرد و بیش از این بله فساد و بیش از این ننگ برای خودش دیگه در اون حد کافی داشت، بیش از اون نرفت دنبالش. دقیقا، و اینکه خون بیشتری هم از مردم گرفته، یا اینکه شبیه لیوی که به هر حال علارغم اینطوری که خبرها هست نمیدونم بمباران یا یا شلیک از هوا و زمین و استفاده از انواع و اقسام چیزها، ولی قطعا میبینید که در لیوی هم اکثر شهرهای بزرگ سقوط کرده و خب آخرین خبرم حتی وزیر کشورش هم به مردم پیوست. بله، پس قطعا هر دو راه پیروزی با مردمه. حالا میتونه ولی فقیه علی خامنه‌ای خودش انتخاب کنه با خونریزی بیشتر و تبعات بیشتر برای خودش و رژیمش، و یا اینکه با کنار رفتن حداقل در آخرین روزهای رژیمش دست به کشتار و نابودی و ویرانی مردم ایران نزنه، و الا مردم ایران انتخاب خودشون هم کردن. تو یکی از این دو مدل ها بیش از این قرار نخواهد گرفت، یا شبیه قذافی یا شبیه مبارک و بن علی و سایر کسانی که چنین شرایطی الان باش مواجه هستن. بله، در آینده این آقای قذافی حتما در انتظار یک محاکمه به عنوان جنایتکار جنگی باید باشه، و همینطور کسانی که اون راه رو برن. دقیقا، و الان ما میبینیم که حتی امشب، یعنی فی الواقع سه‌شنبه شب 3 اسفند، قرار شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای در این باره گرفته بشه و گفته میشه که به عنوان جنایت علیه بشریت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد. بله، و خب قطعا اولین دیکتاتوریه که به چنین چیزی متهم میشه، یا یعنی متهم میشه که اعمال چنین جنایت هایی مرتکب شده و باید پاسخگو باشه. تن کسایی هم که همانند قذافی عمل کردند و میکنند یا خواهند کرد، جهان مقابل اینا دست بسته ما نخواهد ایستاد و وجدان جهانی هم برانگیخته خواهد شد. قطعا هم اونها هم در جزو جنایت، هر چند که اونهایی که در ایران این همه کشتار میکنند و کردند جزء جنایتکاران علیه بشریت هستند، به خاطر که ما کشتارهای سال 67 رو داشتیم، کشتارهای سال گذشته رو داشتیم و کشتارهایی که همچنان ادامه داره. چه هزاران چه چند نفری که تو همین چند روز شهادت رسید، ده ها زخمی که سرنوشتشون نامشخصه، و جالب اینه که آمارهای مختلفی از دستگیری ها مال 25 بهمن ارائه می شد. جالبی خوبه که من اینجا یادآوری کنم، یکی از مسئولین وزارت اطلاعات خطاب به
خانواده هایی که بیش از 400-500 نفر از خانواده که جلوی اوین جمع شده بودند گفت که آمار این صحبتی که گفته میشه یعنی روز چهارشنبه گذشته بود اگر اشتباه نکنم من 27 مهر بود بله. اونجا اومد و به چون که خانواده ها خواستار این بودن که اسامی بچه هاشون یا وضعیت یا محل بازداشت بچه هاشون رو بهشون بگن بله. علارغم این البته که خواستار آزادی به قید و شرط اونا بودن وقتی تحت فشار و اعتراضات مردم مقابل اوین قرار گرفتن خانواده ها این بلندگویی در دست گرفت و این گونه اعلام کرد که بیش از 2200 نفر دستگیر کردیم و خب قرار بود که امروز همونطوری که اون وعده داده بود البته که وعده های اینا هیچ وقت به عمل نپیوسته امروز دیروز یا یعنی روز سه‌شنبه 3 اسفند یا حد اکثر 4 شنبه 4 اسفند به خانواده ها اعلام کنه که اسامی و وضعیت و شرایط عزیزانشون چون که رقم های متفاوتی به بیرون ارائه شده بود چه 300 نفر 1500 نفر ولی این گفته کسیه که با بلنگو در مقابل 400-500 نفر از خانواده ها بله. اعلام کرده که چه این رقمی حداقل تو اینها دستگیر کردن بله مطمئنن همینطوره بله. و قطعا هم که روز اول اسفندم تعداد زیادی دستگیر کردن از جمله که چه تو خیابون میدون انقلاب بود و چه تو نقاط مختلف و میدونید اواخر اعتراضات اینا تو کوچه پس کوچه ها معمولا ناجوان مردانه یورش میبرن دستگیر میکنن و منتقل میکنن به کلانتری ها یا پلیس امنیت و نهایتا به زندان اوین بله تصاویرش هست بله. و جالب اینه که ببینید اینا اعلام کردن که روز اسفند البته من خبرگزاری فارس رو میگم که در تهران هیچ خبری نیست این خبر اولی که داده بود و چند لحظه بعد تو قسمت دیگه خبرش اومده بود که فائزه رفسنجانی دستگیر کردن به عنوان لیدر البته این کلمه‌ای که خود خبرگزاری فارس به کار برده بود اعتراض کننده حالا من بحثم این نیست که کی رو چجوری ولی بحثم اینه که یک جا آرامش تو جای دیگه میگه که لیدر اعتراض کننده ها پس نشون میده که اعتراضاتی بوده و یا تناقضاتی که سایر رسانه های اینها مطرح و عنوان کردن و خود شاهد و گواهی بر این دروغگویی دروغ‌پردازی و فریبکاری که رسانه های مختلف به کار میبرن دقیقا یعنی از اینا هیچ وقت نباید توقع حقیقت گفتن و یا راستگویی داشت اینا چکیده عصاره های دروغ هستند و عصاره های فریب و نیرنگ اینا امکان نداره که مثلا بتونن یه حرف راست بزنن اگر موضوعی یه قسمتش هم راست باشه برای این دنباله دروغشه درسته قطعا کاملا حرفت درسته ولی همینطوری که ضرب المثلی که تو فارسی هست میگن دروغ و کم حافظه است دقیقا حتی چند لحظه بعدش هم نمیتونه تصور کنه که اونجا چه دروغی گفته و دوباره مجبور میشه یک جوری به یک گونه دیگه اون قبلی رو نقض کنه و برخلاف خبر قبلی این رو مطرح کنه آدم ها بیدانشی هند آدم های ناآگاه و بعد سوجو و قارتگر و خشونت طلب هند بعد مردم رو هم در اون اندازه های ذهنی خودش رو میبینن مردم رو مردمی دورتر از اون که هستند که نمیبینن اینا با اون ذهنیتشون بیشتر که نمیتونن نگاه کنن از کوزه همان برون تراود که در اوست این با اون ذهنیت خودش با اون اندیشه خودش به جامعه نگاه میکنه و جامعه هم در اندازه های خودش یا کمتر از خودش میبینه در نتیجه تمام این رفتار ناشی از اون ذهنیت بیمار و خشنه قطعا هم همین هست و ببینید هدف از این کارها جلوگیری از اعتراضات گسترده و آزادی خواهانه مردم ایرانه یا البته که خب اینقدر بی‌اعتبار شده این حرفا که کسی نه گوش میکنه و نه ارزشی برای این دروغ پردازی ها و دروغ‌گویی های
اینها میده. بله. و راه و مسیر هم در اینه که ببینید اگر اعتراضاتی مستمر و گسترده ادامه پیدا کنه، ما در 25 بهمن دیدیم که چه شرایطی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامیش بود و همچنین در اول اسفند، حتا تمام این نیروها ریزش و پراکنده خواهند شد. بله. هیچ نیرویی قادر به ایستادگی در مقابل مردم ایران نخواهد بود و نیست. نمونه‌هاش هم تو کشور خودمون دیدیم، هم امروز داریم در منطقه میبینیم. و از طرفی هم ما دیدیم که وقتی مردم تو خیابونه اومدن اعتراضات خودشونه کردن، فریادهاشون رو برآوردن، موج از حمایت‌های بین‌المللی رو برانگیخت. پس راه در اینه برای رسیدن، برای کم کردن از این خونهایی که پاک و مقدسن برای آزادی به زمین ریخته میشن، اینکه همه ماها به خصوص هموطنانمون که در داخل ایران هستن وارد بشن، توی این اعتراضات گسترده شرکت کنن و از حق و حقوق خودشون که آزادی است دفاع کنن. و میبینید همین مسئله هم اون روحانیونی که حداقل به این دنیا دل نبستن و واقعا اصل و غرضشون هم اون به قولن اون اهداف مذهبی، میبینیم که در چند روز گذشته خود موضع گیری کردن. من میبایست هر کسی که نامش رو روحانی میگذاره باید در مقابل این جنایت ها، رضالت ها و دنایت ها و اعمال شیادانه که به اسم مذهب کسبونده میشه فاصله بگیره و موضع بگیره. که افراد عادی به هر حال کاری بیش از این ندارن، ولی کسی که مبلغ یا کسی که خود رو در این صاحب نظر میدونه نمیتونه سکوت کنه که کسی به نام دین و به نام مذهب ترور کنه، بکشه، بدوزه اجساد شهدا رو و اهانت کنه به مرد و زن و کودک و پیر و جوان. و اینگونه نمیتوان و نمیشه سکوت کرد در قبالیم که ما شاهد دار نظرهای مختلفیم، چه در داخل چه در جامعه بین‌المللی فلی واقع گسترده بودیم این سری. و نشون میده که ولی فقیه اون توان و اون توان سرکوب قبلی رو نداره و نخواهد داشت. هدف آوردن از این نیروها ارعابه و خود نیروها هم سرخورده و معیوسن و قدرت چیز رو ندارن، اون سرکوب رو ندارن. پس حضور و استمرار حضور این قضیه میتونه بله. تمام چیزها رو به سمت مردم ایران تغییر بده. دقیقا با این امید باید توجه کرد بشه. مطمئنم. و همچنین ما هموطنان در خارج از کشور هم دقیقا همین وظیفه مسئولیت رو دارن. بله. اطلاع نمیشه کسی اونجا در هنوز جوانها در شکنجه‌گاه ها هستن، هنوز زندان ها مملو از آزادی خواهانه، هنوز زندانیان سیاسی که ارتباطشون قطع شده، زندانیان سیاسی که در بستر مرگن و درمان نشده، نمیتونیم ما شاهد و ناظر این باشیم چه سفارت هایی که اشغال شده و چه مراکز حقوق بشری باید به شبانه روزی به اعتراض تبدیل بشه که به حمایت از و افتخار، ببینید افتخار بزرگ حمایت از ملتی بزرگوار و شرافتمند داشته باشه. چیکی نمیتونیم اسم ایرانی رو حمل کنیم و از مردم خودمون در ایران دفاع نکنیم در مقابل این همه وحشیگری و ددمنشی که روزانه هست و اعمال میشه علیه مردم ایران. سپاسگزار. قطعا به امید آن روز هر چه زودتر. به هر حال منم سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید که بتونیم از مقاومت ها، ایستادگی ها و ضعف و زبونی نیروهای سرکوبگر به سمع شنوندگانتون برسیم، هرچند که دردهایی رو داره برای مردم ایران، ولی گریزی متاسفانه از این نیست، چون که دیکتاتوری ها رو وحشی حاکمه و جز خونریزی به قتل رسوندن و شکنجه چیزی دیگه نمیفهمه. و با ایستادگی هایی که وجود داشته قطعا این رو هر چه زودتر از این خونریزی ها و از این تبهکاری ها پایان بدیم
و در آینده‌ای نه چندان دور ایرانی با صلح و صفا، آزادی و صمیمیت و استقلال داشته باشیم و بتونیم اون گونه که زن و مردش عقاید مختلف، مذاهب مختلف، همون گونه است که میلیون ها سال در کنار هم بودن، باز هم با هم باشند و بله زندگی رو با سلامت به پایان برسونن. حتما سپاسگزارم جناب نقاشکار و امیدواریم که هرچه زودتر هموطنان با یک جنبش وسیع و گسترده و مداوم سرزمینمون رو از دست این دیوان و ددان رها کنند و ایرانی بسازند که شایسته و بایسته ایرانی است. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. منم از شما و شنوندگانتون بدرود میگم و آرزوی موفقیت و سرفرازی برای تک تک اونها میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره خبرها و خبرهای نقض حقوق بشر در ایران، حضور گسترده، پراکنده و غیر متمرکز نیروهای مردمی در اول اسفند ماه و برای بزرگداشت هفتم دو شهید جوان محمد مختاری و سانه جاله که به دست نیروهای سرکوبگر رژیم به قتل رسیده بودند، تداوم اعتصاب دانشگاه هنر، شهید شدن حامد نور محمدی یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در این روز، مراسم بزرگداشت در دانشگاه شیراز، پیوستن اساتید دانشگاه به دانشجویان و همینطور اعلام ادامه این مراسم و اعتصاب ها، مراسم و اعتراضات در شهرهای دیگر به ویژه در پاوه، وضعیت و واکنش نیروهای رژیم مثل سپاه پاسداران، امنیتی ها، انتظامی و لباس شخصی ها، ضرورت تداوم مبارزات چه در درون مرز و چه در برون مرز تا سرحد رهایی توجه می فرمودید. در ضمن این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً پس از شنیدن چند موسیقی به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی توجه بفرمایید.